در ادامه می خواستم از شما بپرسم که با توجه به گفتارهایتان و تجاربی که دارین، مدت های مدیدی که همراهی آلمانا به اصطلاح کار کردین، چی راهی حل را پیشنهاد میکنین شما برای حل این مشکلات فرهنگی افغان ها؟ خب یکی خب برای افغان های خود ماست که توصیه های شما واقعا بسیار سودمند است، و یکی هم برای مؤسساتی که با اینا کار کردین، مثلا بر دولت آلمان چی پیشنهادات دارین، بر مؤسسات غیر دولتی چی پیشنهادات دارین، چطور اینا میتونن از کدام طریق مشکلات ما مردم به اصطلاح حل بسازن؟ اولی که ما تلاش کنیم که زبان یاد بگیریم، یک هدف برای خود تعریف بکنیم که چرا ما زبان باید بیاموزیم. آموختن زبان چی ویژگی های چی فرصت هایی را برای ما خلق میکنه. ما به ما اندازه که زبان میاموزیم، به ما اندازه از قوانین آگاه میشیم و از امتیازات رفاهی و اجتماعی استفاده میکنیم. به ما اندازه که زبان یاد میگیریم، ما ارتباط با اعضای جامعه برقرار میکنیم و از انزوا و حاشیه‌نشینی دور میشیم، در نتیجه افسردگی نمیگیره ما را و یک شهروند فعال بعدا تبدیل میشیم. مهمتر از همه کوچکترین کارهای روزمره خود ما حل میکنیم، در حالی که من خیلی افغانها رو میبینم متاسفانه که وابسته به سوسیال اقوایتر یا اقوایترین هست یا مثلا به قطع اشتلاح هست. از این جهت آموزش زبان بسیار بسیار مفید هست. در کنار از این پیشنهاد میکنم به تمام افغانها، هم از زنان و مردان، که فعالانه باید در جامعه تعامل داشته باشن، با آلمانها، با گروهها، با سازمانها، با اینا در ارتباط باشن و تعامل داشته باشن، آموزش ببینن، آموزش حرفه‌ای ببینن، دانشگاه برن، مطالعه بکنن، اخبار دنبال بکنن، از اوضاع جامعه بیشتر آگاه باشن و مهمتر از همه برای خود یک هدف تعیین بکنن و خود جهت بتن به سوی پیشرفت. ما بخوایم نخوایم زمان سپری میشه، ولی اگر ما پس از فرصت زمانی خود استفاده کنیم، قدم به قدم هم زبان یاد میگیریم و هم پیشرفت میکنیم. توصیه من متوجه سازمان های خیریه ای است که در هر منطقه که ما کار میکنیم، اول اگر بتونیم یک زلب هلف گروپ یا گروپ های کمک خودی را شکل بدیم و در اونجا هر هفته یک بار یا دو هفته یک بار فامیل ها با هم بیاید، اعضای فامیل با هم بشینن، تجارب خود شریک کنن. من در یک از پروژه هایی که در برلین هست در منطقه پانکو رضاکارانه کار میکنم و در کنار سایر کارهای کمک میکنم، این است که تجربه خود با اونا انتقال میتونم. من چیکونه مثلا در مدت دو سال سه سال تانیستم سر پای خود ایستاد شوم و این تجربه برای ما کمک میکنه. بنابراین مدل های از پروژه ها میتونه برای افغان ها کمک بکنه. آموزش ها را ما ورکشاپ ها برگزار شوه و این مردم بیشتر آگاهی داده شوه از امتیازات شان، از قوانین شان، از فرصت ها، از چالش هایی که پیش روی هست ایناست. و در توصیه که متوجه دولت هستی است که اولی که افغان هایی که در خایم ها زندگی میکنن هرچی بیشتر بزنن که سرپناه یک خانه فراهم بسازن و تا به اندازه که فضا امن و آرام هست، لحاظ روحی و روانی اینا آرام تر است و بیشتر اینا زبان میتونن یاد بگیرن و بیشتر میتونن که پروسه اینتگراسیون از اینا زودتر یا سریعتر انجام بیابه. و از طرف دیگه در قسمت کورس های زبان هست، کورس های زبان تا زمانی که یاد نگرفتن خانم ها و آقایان پناهنده ها باید ادامه پیدا بکنه و مهمتر از همه چیزی که هست همی اورینتیون کورس میگن و او سیفیکیشن یا آموزش مدنی است که ما پناهنده ها باید او را سپری کنن و در ختم از او باید امتحان بتن تا ای که بعدا به شهروندیشون کمک میکنه. ای باید مدتش طولانی شوه، یک ماه هست این مدتش باید طولانی شوه و در کنار از این در صورتی که یک پناهنده نمیتونه زبان رو در مرحله بیاینس این مرحله شافین کنه، بعد میتونه در کنار از این یک ماه دو ماه دیگه هم زبان بیاموزه و هم تاریخچه و جامعه و سیاست آلمان رو بیاموزه. فکر میکنم که همین پیشنهاد مفید هست. یک چیزی دیگه هم که یادم رفته که شامل اینتگراسیون نمیشه، خیلی مهاجرین هستن که هنوزم کیس های پناهندگیشون در جریان هست، اگر بر اون پروسی از اینا حداقل تسریع بخشیده شود بسیار مفید است، بدلیل از اینکه خیلی کسا انگیزه آموزش زبان و یا اینتگراسیون نداره، بدلیل از اینکه اونا هنوز تصمیم در مورد صدمهشون گرفته نشده و این باعث شده که اونا کاملا افسرده شوند و بیماری های دیگه
دوچار شوند. از جهت این پیشنهاد ما هست که پروسه پناهندگی تسریع بخشیده شود و نتیجه آیانه مثبت و منفی زودتر معلوم شود. تشکر. بله. سلامت باشین شما. خانم بنین عزیز، پیشنهادات شما چی است؟ با توجه به ای که امور رقم یک پیشتر هم گفتیم شما با خانم ها و با دختر جوان کار کردیم. چی پیشنهادات برای حل مشکلات از اینا دارین به دولت آلمان و به مؤسساتی که حامی هستن و کمک کننده هستن؟ چون من فکر میکنم در هر صورت مشکلات همه پناهنده دارن، ولی زنان و دختران جوان افغانستان با توجه به فرهنگ و عنعنه خانوادگی که ما داریم مشکلاتشون فوق العاده زیادتر است نسبت به مردان. دقیقا خانم بهارت، ما در تکمیل صحبت های آقای عطایی به نکته که شما اشاره کردین یک دو مورد دیگر اضافه میکنم. در قسمت زبان آموزی، حالا چیزی که ما تجربه کردیم و دیدیم، کورس های کافی یا مؤثر به شرایط خانم ها یا خصوصا مادران جوان وجود نداره. نه. مثلا من خودم همین مشکل رو داشتم. دو تا اولاد خورد. از روزی که به حال من مرتب دنبال کورس زبان بودم و کورسی پیدا نمی‌کردم که دو تا طفل رو نگه داره و من کلاس بتونم برم. اوکی. کوی فاصله ایجاد میکنه. و توی حالا همین گروه خانمایی هم که ما داریم یا ایسوسو دیگه هموطنا رو میبینم، هم خیلی از خانمای شانس ندارن چون باید بشینن، یا بچه های کوچیکی داره که هنوز کیندرگاردن نمورن، جایی برایشون پیدا نشده، یا بلد نیستن که ثبت نام کنن، امور پیگیری کنن، به خاطر از اون مادر مجبور خانه بشینه و از زبان آموزی میمونه. حالا در این قسمت هم مرد خانواده، آقای از خانواده میتونه حمایت کنه، خانم خره یک جوری تقسیم کنن وقت روزه که حالا اگر صبح آقا کورس میره، خانم خانه سالا داروش میکنه، بعد از ظهر چینج کنن، یک کورسی باشه که حالا خانم بعد از ظهر کورس بره و در اون فرصت پدر اولادا بچه ها روش کنن. و از اون قسمت از شاید ای یک راه حل باشه. و یک راه حل دیگه هم، خب دولت هم میتونه در این قسمت کورسای مناسب به شرایط این فامیلیا رو فراهم کنه، یا که مثلا حالا شرط برای کیندرگاردن پلکس یا تگ سموتا یا اینمی بیبی سیتا، اینمی کسایی که بچه ها رو نگه دارن، این مادر بتونه کورس خره بره، اونا هم باید این مقدار امکانش بیشتر شدن. متاسفانه ما کمبود زیاد داریم و برای یک کیندرگاردن پلکس من آدم باید یک سال دو سال، بعضی ها دو سال خورده معطل میمونن. من خود من برای اولاده خود قریب دو سال تمام معطل ماندم با اینکه شش جایی من ثبت نام کرده بودم. بله دقیق. این پونتی نیست که مالا هر چقدر یک مادر فعال باشه یا هر چقدر همسرش بخواد حمایت کنه، ولی مشکل بچه حل نشه و یا یه امکان فراهم نباشه نمیشه دیگه. و وقتی یک فاصله ایجاد شد با سخت‌تر میشه. و بعدا من فکر می‌کنم یک راه حل باشه که این تسهیلاتی در قسمت کورس‌های زبان و نگهداری اطفال بیایه. دولت میتونه در قسمت خیلی کار انجام بده. حالا خیلی نیروی داوطلب داریم ما در آلمان، خیلی ارند عملش کرافت داریم، حالا خانم ها آقایان کسایی که بازنشسته شدن، اونا با علاقه خود میخواین در قسمت سهم بگیرن. اگه یک برنامه باشه مثلا که مشخص کنه بین کسایی که نیاز دارن که مثلا بچه ها رو نگه داره، کسی کورس زبان میره، یک فرمیتلونگ، یک واسطه، یک راه حل پیدا شه که اینا همدیگه پیدا کنن، هم خوشه. یعنی خیلی هزینه و بودجه خاصی نمیخواد، مسئله خیلی پیچیده نیست، یک مقدار برنامه‌ریزی می‌خواد و از امکانات موجود استفاده بهتر کردن. این یک نکته بود. بعد در قسمت نکته دیگه مفهوم خیلی خیلی مهم است توی فامیلیا، حالا اول من به خودم خودم میگم بعد به جامعه آلمان، این هستش که حالا اگه خانم تلاش میکنه که زبان یاد بگیره، همسرش او رو حمایت کنه، خانوادهش او رو حمایت کنن، خانوادهش مانع برایش نتراشن، خانواده به عنوان تهدید این شرایط تلقی نکنن، و اون مرتب نگران از این نباید باشه که حالا اگه من کورس زبان رفتم، یک آسپیلدونگ پیدا کردم، چه برخوردهایی رو مجبورم تحمل کنم یا چه فشارهای مضاعفی رو باید من بکشم که اینا این شانس به من بدن، کدام گپ نزنن. مرتب این محدودیت ها رو خانواده متاسفانه خیلیشون دارن هنوز. این باید این مقدار حل شوه. و شاید یک مقداری که بعضی تجربه های ناخوشایند که بعضی مهاجرای دیگه به اینا تعریف میکنن که اوکی خانم فلانی، دختر فلانی این راه رفت، این رقم شد، اون رقم شد، خانواده زندگی تصمیم خواهد باشید، این تصورات اشتباه باید این مقدار تصحیح شود. و متاسفانه من احساس میکنم حالا یک مقدار ماها نگاهمون به زن و مرد جنسیتی هستن، یعنی ما اونا را یک
واحد انسان نمیبینیم. اول او رو یک زن میبینیم، زن با همه چیزایی که در مورد یک زن میتونه بک‌گراند هیستوریش باشه، محدودیت باشه، غیرت از مو باشه، اسلامیت از مو باشه، کلتور از مو باشه، نمایندگی از همه از اینا او خانوم میکنه. نمیدونم چی چیز جالبی هست که ما درش گیر کردیم، از این اصلا نمیخوایم رد شویم. متاسفانه او رو یک انسان نمیبینیم، همون رقم که یک مرد انسان هست، به عنوان یک انسان عواطف داره، احساسات داره، نقاط ضعف قوت داره، شانسایی داره، مشکلاتی داره. یک خانم هم همو هست دیگه، فقط هیچ در کاراکتر انسان بودن ما هیچ فرقی با هم نداریم و یک مقدار ما باید یاد بگیریم دیدگاه خود انسانی تر بسازیم. دختران خود، خانم های خود، خواهران خود، مادران خود به حیث یک انسان ببینیم با همه نیازها، پتانسیل ها و کاراکتر یک انسان. اون میتونه رشد کنه، میتونه زبان یاد بگیره، میتونه سر کار بره، هر کاری که خواست انجام بده، هیچ مشکلی نداره، هیچ مانعی نباید باشه. این یک مقداری چیزی هستش که ما باید در قسمت خیلی خیلی روی خودمون رو کار کنیم. تک تک از ما متاسفانه شاید در درون خود همچین مشکلات داریم. من مثالی که زدم، مثلا مادری و خانواده هم با دختر هم مشکل داشت، یعنی حتی مادران از ما با نگاه سنتی یا خیلی از خانم های از ما هم با همین دیدگاه سنتی، با وجودی که سالها شاید اینجا باشن، هم هنوز برشون حل نشده. بله، اوکی، چون تو دختر هستی اجازه. من دوشار میگم، ما با خیلی از هموطنان ارتباط داشتیم، با دخترای جوان میخواستیم صحبت کنیم روی مسائل کلتوری اجتماعی، کدام پروگرامی رو ارگانیزه کنیم. اینا جرات نداشتن بیان. میگفت با یک کافتری فلان جایی که هست میشینیم، یک چای کافه می نوشیم و صحبت میکنیم سر این مسائل، مسئلهش برای همه مناسب هست. اینا جرات نمیکردن بیان. چرا؟ کاکا فلانی، خاله فلانی، فلان رحمانیایی که ما رو میشناسن، اگر ببینن چی خواهد گفت؟ اینا رفتن اونجا چی گپ اون میزنن، چی چیزهایی می نوشن، چی فکرایی که اصلا واقعیت نداره. یعنی یک چیز خیلی ساده ها برای ما هنوز حل نشده. حالا این مثالی که من میزنم، دخترای جوانی که اینجا تولد شدن، هنوز این نمیتونن مثلا از آزادیایی که به عنوان یک انسان همه دوستای ازی همدورای ازی برخوردار هست، ارتباط با دیگران، ولی مثلا با ما که خانم هستم جرات نمیکرد بیاد کافتری با هم صحبت کنیم. بله، ما هنوز در این مسئله گیر هستیم. بخاطر از من گفتم این نکته یادآور شم، چون شما گفتین در ارگانه آلمانی چیه. من بعضی نکاتی که برای خودم هنوز چالش خیلی پررنگ رد نشیم، یک کم سر از اون یکم تعامل کردم به یادآوری. واقعا بسیار مهم است و نظرتان بسیار صاحب و نظر خوب است. یکی از دلایل این کار از نظر من است که بسیاری از خانواده های افغان منزوی زندگی میکنن، بسیار دلشان نمیخواد که با جامعه به اصطلاح خلط شوند، داخل جامعه شوند، ولی در صورتی که آدم به داخل جامعه میشه به اصطلاح بیشتر و بیشتر و بیشتر با خانواده، با کشور میزبان به اصطلاح خود آشنا میسازه، با مردمش، با فرهنگش، یک اعتماد دو جانبه ایجاد میشه، طبیعی است. و این خودش را به نظر من وقتی مادر یا پدر یا برادر یک خانواده بیشتر با می نشست ها یا می فرنا یا می با اصطلاح گردمایی هایی که با آلمان ها سازمان داده میشه اگر شرکت میکنن، خوب اینا میبینن که اینجا چیزی نیست که مثلا بر بخوره با غیرتشان یا با غیرتشان یا مثلا به ای که یک خانم گناهکار تشخیص بدن. ولی در صورت که ما همیشه منزوی هستیم و جز افغان های دوربر خود، جز هموطنان خود، با کس دیگه رفت آمد نداریم، چطور میتونیم بفهمیم که در این جامعه چی میگذره اصلا؟ و نظر شما واقعا بسیار صاحب است که دقیقاً این پونکتی هست که ما میگم، من گفتم انمی، چون ما شو که فرنگیر خیلی از ما هیچ وقت نمیتونیم حل کنیم. حالا در شوک در چیزی که اول و شدید است معمولا اطلاق میشه، ولی متاسفانه خیلی از ما دمزو مرحله میمانیم و هیچ وقت حل نمیشه. ما یک تعادل نمیتونیم بین خود و این جامعه میزبان برقرار کنیم. حالا من شاید گذشته های رقمی بودم، من نمیتونم، ما نمیتونیم به کل قضاوت کنیم و هموطنا رو زیر سوال ببریم. مشکلات هم خیلی زیاد بوده. من میدونم در گذشته پروسه پناهندگی، قبولی، وارد کار شدن، کورس زبان، خیلی از این امکانات ها خیلی خیلی سخت به دست می اومده. یعنی شاید طرف 10 سال 15 سال در کمپ های پناهندگی اینا بودن، بله جواب می گرفتن و تازه خوشحال بودن که مثلا حالا ما 8 ساله یا 10 ساله جواب تونستیم بگیریم. بعد تو میتونست بیشتر از اینام خیلی پروسه انطباق اسناد تحصیلی هم مشکل بوده قبلا و الان یک مقدار سهولت و بیشتر شده، چیزی که من تجربه کردم. خیلی از اینا مثلا با وجود حتی تحصیلات، یک شغل حرفه‌ای که بلد بودن، اسنادی هم که داشتن، نتونستن در اون حرفه خود وارد شون. ناچار چی شده؟ تاکسی دریور شده، پیتزاریا داره. این می شغلی که معمولا فامیلی هم اداره میشه. مثلا یک آقای خودش هست، بچه‌ش هست یا برادرایش هست، اینم این کارو میکنن. این می و اصلا
شغلایی نیست که اینا وارد جامعه شون، خیلی یعنی شانسش شاید نداشتن به اون راه خود نتونستن پیدا کنن، ضعفای از هر دو طرف شاید بوده به هر حال. بله بله. و اونا خود حفظ میکنن، فقط میگن این خود ما هست، چهار تا ارتباطی هم که دارن با چهار تا خانواده افغان دیگه است و هر چی بیشتر دلاک خود فرو میرن او رو حفظ هویت و کلتور خود میبینن. حتی بله. مثلا یک واینختن، یک باوم، یک درخت کاج مثلا، یا یک هدیه برای اولادا، یک کادو برای بچه خود، هم احساس میکنه یک تهدید به کلتور ازی هست. بله. و چه اشکالی داره؟ متاسفانه این مشکلات داریم، این مشکلات نه تنها ما داریم، به اصطلاح هر کسی که از هر فرهنگی که میایه وارد یک جامعه جدید میشه، وارد یک کلتور فرهنگ جدید میشه، این مشکلات پرابلم ها رو داره. صحبتایتان فوق‌العاده جالب بود از شما و از آقای عطایی همچنان. من به نهایت از شما تشکر میکنم، واقعا بسیار کارساز است وقتی همی پوینت ها رو در نظر بگیریم. و یادتان نره که پیرامون امی بحثا صحبت های داینده هم خواد داشتیم. از شما بسیار خواهش میکنم که با ما باشین، شاید در 3-4-5 برنامه تا ما نتانیم این پرابلم ها را ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، ولی باید این کار انجام بدیم، بخاطر از اینکه هم به نفع ما است، به نفع پناهنده های افغان در آلمان است، و هم به نفع کسایی است که در این راستا به اصطلاح پول مصرف میکنن، نشست هایی را برگزار میکنن، سازمان هایی را میسازن به نام یکی کمک میکنن به افغان ها، ولی مشکلات ما را به درستی درک نمیکنن، مشکلات ما را به درستی شناسایی کرده نمیتونن، ریشه‌یابی کرده نمیتونن. از این خاطر است که کمک هایشان به نظر من رای دقیق و رای ثواب نمیرم. تشکر خانم بهارت. من یک دو نکته رو میخواستم بگم بسیار کوتاه‌تر برای جامعه آلمان و ارگانهایی که درگیر هستند در پروسه اینتگراسیون پناهنده و مهاجره از ما. من فکر میکنم چیزی که خالی هست اینا میتونن نیروهایی را، حالا اصطلاحی که من فکر میکنم شاید مناسب باشه، سوسو کلتورل فرمیتلا یا واسطه های اجتماعی و فرهنگی از خود از این مردم به حیث براتر، به حیث مشاور، اینا باید بیشتر استخدام کنن، در خدمت بگیرن که اونا میتونن بگن اوکی مشکل ما مردمی نیست، این پلان میتونه مفید باشه. ما و شما مثلا میفهمیم، نه کسانی مثل ما و شما که از این مردم هستیم اینا رو میتونیم کمک کنیم. و یک چیز دیگه که برای خود بعضی ارگانهای آلمانی شاید ضرور باشه که در قسمت کار کنن، اینترکولترال کمپتنس، یعنی درک چند فرهنگی. ایران خود از من احساس کردم، تجربه خود از من که یک مقدار در بعضی ارگانهای آلمانی ضعیف خود از این پرسنلشان هم هستن، یعنی مثلا میبینم من آلمانی گپ نمیزنم، من نوعی من مهاجر سری پیش قضاوت میکنه که اوکی، یا برخوردش بسیار بد میشه، نه یا من انگلیسی صحبت میکنم و جواب من رو با آلمانی میده و تمام، حتی دکترش پزشک کودکان اینجا خب اینا ضعف داره. این فرد که باید یک متخصص اطفال کار میکنه یا در اداره یک جایگاه مدیریتی داره، اینا باید در قسمت بیشتر آموزش ببینن، در قسمت های صحی هستن، در قسمت های انتگراسیون هستن، در قسمت مهاجرا هستن، خیلی خیلی در قسمت باید بیشتر اینا صبور باشن و درک بهتر داشته باشن. او برای یک مادری که تازه اینجا آمده و اصلا فرصت کورس رفتن نداشته، انگلیسی مشکل قد توضیح میده به دکتر و دکتر میگه که من فهمیدم اما باید تو آلمانی حرف بزنی چون آلمان هست میخوای به من درس بده و او فکر نمیکنه که یک طفل خورده که تب 41 درجه داره مادر به اون نگرانی آورده، ادامه صحبت با آلمانی چه کمکی خواهد کرد. چیزی هم خیلی جالب من دیدم، متاسفانه یا خوشبختانه سری ما قضاوت میشیم، خصوصا خانمای از ما، اگر کسی چادری یا روسری داره به نحوی، اگر هم نداره به نحوی، خصوصا اگر داشته باشی که شانسای تو خیلی 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 محدود میشه در اینجی، ولو که زبانت خوب باشه، ولو که اسناد تحصیلی اینجی داشته باشی، انرکن شده باشه یا حتی یک دوره تحصیلی اینجی گذرانده باشی، هم متاسفانه با اینکه در قانون همه چی برابر هست تبعیضی وجود نداره، ولی ما میبینیم که متاسفانه شانسای برابر داده نمیشه. به زبان ساده این چیزای برای مردم بگه که مثلا اگر با خانم با بچه خود خوشونت کردی این پیامدش هست. یه قانون مثلا قوانین برای حمایت از اطفال این هست، برای خانم ها این هست، قوانین برای در یک آپارتمان میشینی با بقیه همسایه‌ها تو باید اینا رعایت کنی. بس باید ساده به مردم گفت. بسیار تشکر. بسایتون واقعا بسیار زیاد جالب بود و برنامه ما واقعا همیشه فقط این نیست که ما مشکلات ریشه‌یابی بکنیم و تنها سر مشکلات بحث بکنیم. ما از پیروزی‌های هموطنان خودم مثال هایی داریم که حتما در آینده و در گذشته هم داشتیم، از زنان موفقی که در آلمان به اصطلاح رای خود بسیار به سادگی پیدا کردن و موفق هستن، از اونها هم یاد میکنیم.
و تا صحبت های بعدی و تا برنامه های بعدی که حتما با شما خواهد بودیم و ما خواهش ما این است که اگر موضوعات جدید و جالب دارین، موضوعات جدی که باید روش بحث شود، با ما باشین حتما در برنامه. ما بسیار خوشحال میشم شما را همیشه با خود داشته باشم. برای برنامه امروز بی نهایت تشکر میکنم از هر دوی شما دوستای عزیز که بر ما فرصت دادین. یک عالم تشکر. تا برنامه های بعدی ممنونتم. شما رو به خدا میسپارم.